محمد نبی از جمله حدود 2 میلیون مهاجر است که کشور جنگ زده افغانستان را به هدف زیستن در پاکستان ترک کرده است. پنج کتلی و تقریبا 2008 و 2009 واپس مونږ را واپس رالو دلته. دلته راوړی بیا په دې کیم کې بس بیا روزګار زندگی دسی حالات کې مونږ واپس رالو. چې یو سړی یو کډه دی او ځینه وړي او بل ځای ته کنه نو دې عقل دومره شی خو ځان سره وړي چېهلته واغوندي په ځان باندې واچي یو کپړه بستره څه شی مونږ صرف دا کپړې ځان سره وړی ولې مونږ سره کرایه نوره نه وه. ضرب العجل اخیر برای اقامت مهاجرانی که ثبت نام شدهاند به تعویق افتاده است، اما افزایش خونریزی ها در افغانستان منجر به افزایش نگرانی ها شده است. تکلیفونه دی خامخا و جګړې دی دا څومره چې بم و چاودو کابل کې تقریبا 300-400 کسان پکې زخمیان او سپکې مړه شو نو تا خود امن هغه نه ده چې یو سړی وایي امن د وطن کې دی ته د امن نوم نشی سوکی خودله. محمد ولی مهاجر دیگر افغان در پاکستان که ترجیح می دهد حالت سخت و ناخوشایند را در کمپ پناهندگی پاکستان تحمل کند می گوید در افغانستان مرگ در انتظارت است. نخوشلار ستنه این مرگ تلاله ده برم حکومت نپریده اولندم دوی نپریده دا خانه دا ملتا که داولگ تنده ایم ملتا بیتیرو مرو خوبه نکنه. اسلام آباد در هفته های اخیر مهاجران افغان را تحت نظارت قرار داده، ادعا می کنند که شورشیان در کمپ های پاکستانی پنهان می شوند. از این رو از تمام مهاجران افغان می خواهند تا به کشورشان برگردند تا تندروی را از بین ببرد. پاکستان که به خاطر موجودیت پایگاه های مسئول دهشت افغانان در خاکش تحت فشار قرار دارد، ادعا می کند که دهشت افغانان در کمپ های مهاجران پنهان می شود. گفته می شود که این ادعاها موثق است، اما بعضی ها باور دارند که اسلام آباد موضوع مهاجران را گاه گاه بهانه قرار می دهد. اداره ملل متحد می گوید در حال حاضر 1,400,000 مهاجر راجستر شده افغان در پاکستان اقامت دارد. همچنان باور به این است که حدود 700,000 پناهنده دیگر افغان بدون سند در پاکستان زیست می کنند. فشارهای مقام هات بر مهاجران افغان همزمان با نظریات عامه در برابر مهاجران است. محمود خان باشنده پشاور می گوید هر چیز از خود حد دارد. ما برای 40 سال خدمت افغانها را کردیم و مناظر خود را با آنها شریک ساختیم. از جانب دیگر اداره مهاجران ملل متحد علیه هر نوع اقدام احراج جبری پاکستان هشدار داده، تاکید می کند که باید خروج افغانها از پاکستان داوطلبانه باشد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.